آقای توخی، در مورد مکتب آنلاینی که شما مؤسس از این هستین، میشه اطلاعات بدین به ما؟ با عرض سلام و بخیر خدمت شما و همه بیننده‌های عزیز، مکتب آنلاین افغانستان عبارت از مکتبی است که ما به خاطر یک مجتمع آموزشی است که ما به خاطر افغانستان را تأسیس کردیم. متاسفانه با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان امیدواری ها بر از این بود تا ای که مکاتب برای همه به شکل مساوی و همزمان باز شود، و متاسفانه که این آرزوی ما، این خواهش ما، این خواست ما عملی نشد و مکاتب برای خواهرای بلندتر از صنف 7 ما باز نشد. ما گرد هم آمدیم تا اینکه مکتب آنلاین افغانستان بنا بگذاریم. مکتب آنلاین افغانستان یک مجتمع آموزشی است که تمام دروس مکتب، البته در مراحل مختلف و به شکل قدم به قدم، تمام دروس مکتب از صنف اول تا صنف 12 در بر خط داشت. علاوه از این یک تعداد موضوعات دیگه مثل درس‌های آمادگی کنکور، کتابخانه آنلاین، آموزش زبان‌ها، آموزش کامپیوتر، آموزش قرآن شریف و دیگه مسائل هم دیگه بخش‌های آموزشی را آهسته آهسته دیگه به شکل قدم به قدم اضافه خواهد کرد. آقای توخی، این مکتب الان چه تعداد شاگرد داره و چه تعداد استاد همراه این شاگردها همکاری داره؟ مکتب آنلاین افغانستان یک حرکت رضاکار است که یک جمع بزرگی از هموطنان ما کرده هم آمده تا که به خاطر آموزش و حق آموزش برای همه کار بکنند. ما قریب 10 روز پیش برای اولین بار در مورد مکتب آنلاین افغانستان در شبکه‌های اجتماعی نوشتیم و از همه هموطنان عزیز ما خواهش کردیم تا که بیایند این مکتب آنلاین، من حیث استاد راهنما، من حیث همکار، من حیث متعلم در اینجا ثبت نام بکنند. که خوشبختانه در گذشته نمیقدر وقتی کم قریب 1200 هموطن ما و شما اعلان همکاری کردند که در این مکتب آنلاین افغانستان در بخش‌های مختلفش به شکل رضاکار همراه ما کار خواهد کردند. چه تعداد شاگرد ثبت نام کردند در این مکتب؟ بیشتر از 9000 متعلم هم در این مکتب آنلاین افغانستان تا فعلا ثبت نام کردند. آقای توخی، شرایط ثبت نام چگونه هست؟ این شاگردانی که علاقمند هستن بیاین و در این مکتب آنلاین درس بخوانن، چی باید بکنن؟ برای از این که متعلمین ما بتانه که از خدمات مکتب آنلاین افغانستان مستفید شوند، کافی است که در وبسایت ما که عبارت از مکتب93.com است، در این وبسایت ما مراجعه بکنن. در اینجا یک گزینه ثبت نام مکتب در اختیارشان قرار داده میشه. وقتی که بالای از این گزینه کلیک میکنن، یک فرم بسیار مختصره که اسمشان، تخلصشان، صنفشان و ای که جنسیتشان که پسر است یا دختر انتخاب میکنن، و بعد از ای که شماره تلفن و ایمیل آدرس خودم درج کردن، بالای ثبت نام کلیک میکنن و پروسیجر ثبت نام ما به می سادگی و به می مختصر به می شکل مختصر است. آیا در این صنف های آنلاین استادا و دانش آموزا از طریق آنلاین، کلاس های آنلاین با هم در تماس هستن؟ آیا همون زمان استاد هم می باشه یا نه، فقط دانش آموزا به مواد درسی دسترسی پیدا می کنن و بعد از او اگر مشکلی داشته باشن با استادا می تونن به تماس شون؟ اگر دقیقا توضیح بدین که این صنف ها چگونه هست. ما قبل از اینکه کار مکتب آنلاین افغانستان به شکل رسمی و عملی شروع بکنیم، کوشش کردیم یک تحقیق مختصر روی شیوه های آموزشی در زمان کرونا در کشورهای پیشرفته داشته باشیم. البته چالش ها و مشکلاتی که در افغانستان هست را هم در نظر داشتیم. با در نظر داشته همین تحقیق خود که داشتیم، ما یک شیوه بسیار زیاد مؤثره که در یک تعداد زیاد کشورهای دیگه هم استفاده شده و با در نظر داشته و چالش هایی که در افغانستان داریم با او هم تطابق داره، ما سیستم قسم آماده ساختیم که متعلمین ما بعد از یک دوره مکتب آنلاین افغانستان ثبت نام میکنن، یک تعداد بعد از یک دوره کنترل پنل خود داخل میشن، لیست درس ها در اختیارشان قرار داده میشه. درس های خود وقتی که انتخاب میکنن، یک ویدیو آموزشی از هر درس در اختیارشان قرار داده میشه. پس از اینکه اونا ویدیو را تماشا میکنن و درس امروز خود میگیرن، در پایان از این یک امتحان بسیار کوتاه 10 سواله که به شکل 4 جواب تهیه شده در اختیارشان قرار داده میشه که به این شکل خود از این متعلمین ما مرزیابی بکنند که از این درس خود چقدر آموختند و ما هم من حیث کسی که مکتب را اندازی کردیم مرزیابی داشته باشیم که چقدر درس های آنلاین ما برای متعلمین ما مؤثر است. این امتحان باید سپری بکنند. پس از اینکه امتحان سپری کردند، ما سیستم قسم دیزاین کردیم
که اگر متعلم ما نمره بلندتر از 40 نمره میگیره که نمره کامیابی در مکتب های افغانستان است، میتونن به درس بعدی مراجعه بکنن. در صورتی که نمره پایانتر میگیره ازشان خواسته میشه که دوباره این درس بخونن، دوباره بیشتر کوشش بکنن تا اینکه همون نمره کامیابی را که به خاطر گرفتن درس بعدی است او نمره را بگیرن. شیوه ما به این شکل است. وقتی که درسایشان مکمل تمام میشه یک امتحان عمومی از صنف خواهد داشتیم. البته برادای عزیز، در صورتی که متعلمین ما مشکل می داشته باشند، ما یک گزینه دیگر هم در اینجا اضافه کردیم که در درسی که اونا مشکل می داشته باشند می توانند که درخواست کمک بکنند از استادای ما که به شکل رضاکار همراه ما همکار هستند. این درخواست کمک با استاد ما میره و تایمش مشخص میکنه و متعلم و استاد به شکل آنلاین می توانند که این مشکل خود حل بکنه. البته در قدم اول این گزینه ما تنها به خواهرای ما که صنف 7 و بلندتر از صنف 7 هستند در اختیار اونا قرار داده خواهد شد. در مراحل بعدی ما امیدوار هستیم که بتانیم این گزینه را بر تمام متعلمین ما، چه پسر چه دختر یا در هر سنفی که هستند، در آینده های سیستم برشان فعال بسازیم. آقای توخی، شمار زیادی از دانش آموزا در افغانستان با توجه به فقر، با توجه به اینکه به لوازم مورد نیاز مانند موبایل های هوشمند، لپتاپ، کامپیوتر و اینترنت دسترسی ندارند. آیا شما برای اینکه این شاگرد ها هم به مواد درسی دسترسی داشته باشه اقدامی کردین و یا میخواین کاری انجام بدین؟ ما کار خود در مکتب آنلاین افغانستان در دو مرحله تقسیم کردیم که مرحله اول از این آماده سازی مواد درسی و در اختیار قرار دادنش از طریق وبسایت ما است. ما هم متوجه از این چالشی که متوجه ما در افغانستان است هستیم. متاسفانه یک تعداد زیاد هموطنهای ما مشکلات اقتصادی دارن، فقر و برعلاوه از این مشکلات کسایی که امکانات مالی مادیش هم دارن، متاسفانه دسترسی به اینترنت هم در افغانستان محدود است. سرعت اینترنت بسیار پایان است. بار در نظر داشته تمام از این موضوعات، ما در مرحله دوم خود برنامه‌ای که در نظر داریم این است که تمام مواد درسی و آموزشی را به شکل فلش آماده بسازیم که این فلش های ما گزینه وصل شدن در تلفن و در کامپیوتر داشته باشه و برنامه های هم بر کامپیوتر و تلفن قرار است که آماده بسازیم تا اینکه برنامه را اینستال بکنن و تمام خدمات ما را بتانن که به شکل آفلاین بدون نیاز به اینترنت در کامپیوترهای خود یا در موبایل خود داشته باشن. البته قابل یادآوری است که در شروع پیش از اینکه ما این برنامه خود شروع بکنیم هم متوجه از این چالش بودیم، به خصوص مشکلات اینترنت در افغانستان و سرعت پایان اینترنت یک چالش بسیار زیاد مهم است. ما وبسایت خود هم قسم دیزاین کردیم که با اینترنت بسیار کم بتانه که قابل دسترس باشه، یعنی هر قدر که اینترنت با وجودی که در افغانستان آهسته هم هست، متعلمین ما میتونند که به سادگی از وبسایت ما استفاده بکنند. موضوع آموزش آنلاین بسیار در افغانستان یک موضوع خیلی نو است و جدید هست و حتی استادان هم با تکنولوژی و با تکنولوژی که نیاز است برای تدریس آنلاین شاید آشنا نباشند. آیا شما و اعضای تیم شما برای استادانی که قرار است برای دانش آموزان مواد درسی را تهیه کنن، با اونا درس بدن و مشکلاتشان را حل کنن، آیا بر اونا هم کدام صنف ها یا کلاس هایی را گذاشتین که بتونن یعنی دانش مورد نیاز داشته باشن؟ در قدم نخست ما وبسایت خود قسم طراحی کردیم که تمام موضوعات با جزئیاتش تشریح داده میشه، یعنی در هر مرحلهش در بالای هر کاری که باید بکنن جزئیات از این تشریح داده میشه که این مرحله رو به این شکل شما میتونید که تعقیب بکنید، یعنی کار رو به این شکل باید بکنید. تمام مراحل از این در داخل وبسایت ما تشریح داده شده. با استادایی که همراه ما تازه همکاری رو شروع کردن، دوستای همکار ما که در بخش اداری همکار میکنن، به شکل یک به یک در صورتی که اونا با مشکل مواجه میشن یا با چالش مواجه میشن همراهشان از طریق تلفن از راه دور همکاری میکنن. بر متعلمین عزیز ما هم کوشش میکنیم که ویدیوهای آموزشی را آماده بسازیم که چگونگی استفاده از وبسایت ما را، این که چه رقم میتونن در وبسایت ما بیان ثبت نام بکنن، درس ها را بگیرن، امتحان بدن و بالاخره تمام موضوعات داخل وبسایت ما را برشان به شکل قدم به قدم به زبان بسیار ساده و سلیس و روان تشریح خواهد کردیم. آقای توخی، پس از تحولاتی که در افغانستان رخ داد پس از 15 اگست و اینکه خصوصا دختران به مکاتب دسترسی ندارن، دختران صنف‌های هفته بالا، شما از هموطنان افغانستان، هموطنان از
افغانستان و بیرون افغانستان اونا هم مکاتب آنلاین شروع کردن. آیا شما با اونا در تماس هستین برای اینکه بتونین به طور گسترده تر بتونین دانش آموزا را مواد درسی رو در اختیارشون قرار بدین و بتونین تجربه ها رو با همدیگه شریک بسازین؟ بر ما مهم همی است که حق آموزش، حق تحصیل بر همه فراهم شد و هم بتونه که به درس و به آموزش دسترسی داشته باشه. هر نهادی که در ایران کار بکنه ما حاضر هستیم که همراهشان همکاری بکنیم و هر آن چیزی که از دست ما بیاید به خاطر آموزش و به خاطر فراهم علم و تحصیل خرج میدیم.